خب سلام دوستان، آنوم هستم و این اولین ویدیو چنلمه که توش قراره با هم دیگه اتاق واچر یا همون باکس واچر رو روی پلتفرم ترای حکمی با هم انجامش بدیم. حالا من از قبل هم روزی که اومد انجامش دادم، ولی خب منظورمو میگیریم دیگه. خب اول از همه مسلما باید به در واقع وی پی ان ترای حکمی متصل شیم تا به سابنت حالا این ترای حکمی دسترسی داشته باشیم و بتونیم باکس رو پینگ کنیم و تو تایم ریکوردینگ این ویدیو هم آخرین باکسیه که اومده. البته اگه ایونتی که حالا ترای حکمی با هکر بانداره رو در نظر نگیریم، چون که هنوز نیومده در واقع اون سه تا چالنجی که قراره بیاد، ولی خب این آخرین باکسیه که در دسترس هستش. با تسک این اتاق هم کاری کلا نداریم و همینطوری میریم جلو که باکس رو روت کنیم. به نظر منم باکس ایزی بود، چون که اگه مثلا با The Great Escape که قبل این اومد مقایسش کنین، اون خیلی سخت تر از اینه. من خودم تقریبا 2 روز پاش بودم، خیلی میسلیدینگ دیگه، کلی رابیت هولو از این حرفا داشت که حالا آره دیگه مقایسش کنین این خیلی راحت تره. حالا خب دیگه زیاد حرف نزنم، مسلما اول از همه به وی پی ان ترای هک متصل شین، پک اوپن وی پی ان تون رو از دایرکتوری اکسس دانلود کنین و متصل شین بهش. همونطور که میبینیم من اینجا متصلم بهش، بریم که داشته باشیم. خب و من از قبلم باکس رو دیپلوی کردم، چون سابسکرایبر نیستم و 1 دقیقه طول میکشه که آی پی رو بهم بده. این آی پی منه، تسک و کاری نداریم و اول از همه در واقع اسکن میکنیم که پورت های باز رو پیدا کنیم. من خودم از راست اسکن استفاده میکنم، چون که توی سی تی اف های خود اگریسیف تر هست، ولی خب مسلما سریع تر هم بهم نتیجه میده. میتونیم بهش سویچ های ان مپ هم بدیم که کامند های در واقع ان مپ روی اون پورت های که پیدا کرده اجرا کنه. داش اس وی که ورژن رو برامون انومریت میکنه و اطلاعاتش رو بهمون میده. سی که در واقع اسکریپت های دیفالت یا همون پیش فرض، او ان که یه اوتپوت داشته باشیم، اسمش هم بذاریم که بس اول یه دایرکتوری به اسم ان مپ ایجاد کنیم. ان مپ اسمش هم بذاریم all ports. خب هنوز هیچی نشده، 3 تا پورت اوپن برامون پیدا میکنه، 22 که به صورت دیفالت اس اس ای، 21 به صورت دیفالت اف تی پی و 80 که حالا هم ای تی که اچ تی تی پی. خب اول از همه بذاریم که به FTP متصل شیم، ببینیم که انانیمس اکسس داریم، میدونیم که در واقع میتونیم بدون یوزرنیم و پسورد خاصی به این سرور دسترسی داشته باشیم و فایلاشو ببینیم، که متاسفانه اینطور نیست. 22 حالا من خودم عادتمه که متصل شم بهش، چون بعضی وقتا در واقع به سرور SSH که متصل میشی بعضی CTF های بنری رو دیسپلی میکنن که ممکنه یه هینتی توش باشه، ولی خب همونطور که میبینین اینجا بنری نیست، پس میمونه سایت هم. خب سایت اول از همه سورس کدش رو نگاه میکنیم که ببینیم، مثلا چون حالا CTF کامنت جالبی هینتی چیزی نداره، جاوا اسکریپت مشخصی روی پیج نیست و چیز خیلی خاصی وجود نداره. حالا سورس هم میتونین با ویو پیج سورس اینطوری ببینین یا کنترل یو که من گرفتم. این دکمه ها کاری نمیکنن، اگه کاری میکردن این پایین مشخص میشد، همونطور که مثلا اگه اینجا بزنین میبینین که هشتگ داره، یعنی برمیگرده همینجا. اینا کاری نمیکنن، ولی وقتی روشون کلیک کنی مثل اینکه نمیدونم چرا دو تا باز کرد، میبرنمون توی پیجشون. اطلاعات خاصی نیست. اولین چیزی که چشم من رو جلب میکنه، یا حالا هر کسی که سی تی اف فاز باشه میبینه، که داره در واقع یک پرامیتری توی درخواست گت در واقع اچ تی تی پی مون داره یه پرامیتری پاس میدیم به اسم، حالا اسمش هرچی هست اینجا، یا بار دیگه اگر ریفرش کنم اسمش حالا راوند دات پی اچ پی. و اولین چیزی که به ذهن همه میرسه خب LFI Local File Inclusion، که در واقع اینکلود میکنه، ببینیم میتونیم فایل های مثلا روی سیستم بک اند رو اینکلود کنیم که برامون دیسپلی شه. و بله همونطور که میبینید ما در واقع فایل اتسی پسورد رو که تمام یوزر های روی سیستم رو نشون میده تونستیم ریتریف کنیم اینجا، که یوزر تابی اومد و اف تی پی یوزر داریم. خب بذارین که من حالا که چیه
یه دایرکتوری برای گو باسترم ایجاد کنم و زوم کنم ببینین و چیکار کنیم. دایرکتوریش هم بروت فورس کنیم ببینیم چیز مخفی وجود داره یا نه از گوباستر. حالا من بعضی وقتا از در سرچ هم استفاده میکنم، ولی خب چون گوباستر بیشتر شناخته شده است و اصلا هم طول بعدی نیست، میتونیم از گوباستر استفاده کنیم. من خودم اول از همه توی سی تی اف آی حالا try hack me دشیرام یادمون رفت از ورد لیست درب common.txt استفاده میکنم، چون بیشتر وقت اون چیزی که میخوام باید میده اگه چیزی مخفی باشه، اگر نه بعدش از ورد لیست در واقع درباستر اگه بتونم تایپ کنم، مثل اینکه نمیتونم دایرکتوری نمیشه واسیم کتش کنیم. از این استفاده میکنم بعد این، چون یه خورده بزرگتره و حالا فایل های بیشتری مسلما داره. اکستنشن هم حالا یادتون نره تو گوباستر میتونید با داش اکس اکستنشن هم بدین که پی اچ پی باشه، تی اکس تی باشه، استیج باشه، پایتون باشه، پای باشه، هر چی. فکر نمی کنم اینجا خیلی در واقع نیاز داشته باشیم و مسلما هم در واقع اون فایل دیفالت robot.txt رو چک میکنیم که ببینیم اینتری هست که در واقع دیسالاو شده باشه برای کرالر را، که یک فلگ میبینیم، فلگ یک و secret file do not read. خب ما اگه بریم اینجا میبینیم که فلگ اولمون رو داریم و سیکرت فایل رو ببینیم که بخونیم ببینیم چیه. forbidden 403 میگیریم احتمالا، request چی ریسپانس 403 احتمالا گرفتیم که به ما میگه شما این حق رو نداریم. آره همینطور که اینجا میبینیم 403. خب حق نداریم که به این فایل دسترسی داشته باشیم و کانتنت در واقع بخونیمش، ولی خب از اونجایی که در واقع ما LFI داریم میتونیم همه فایل های روی سیستم رو بخونیم دیگه. حالا بیشتر اونایی که از اونجایی که احتمالا یوزر دات 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 دیتا داره این کامند رو ران میکنه، چون که روی سایت هستیم و در واقع وبسایت هایی هم که روی مثلا سرورهای لینوکس ساخته میشن اطلاعاتشون توی var دات 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 HTML بیشترشون به صورت دیفالت، و الان ما احتمالاً بتونیم robots.txt رو اینجا بگیریم. بله همطور که میبینین ما از طریق در واقع LFI به robots.txt دسترسی داریم. پس ببینیم که آیا میتونیم به این فایل هم به صورت حالا LFI دسترسی داشته باشیم یا خیر. بله همطور که میبینید سورسش رو ببینیم که راحت تر خونده میشه. کپی کنیم اینو. یه تی هم آخرش جا انداختم. اینجا هم که همطور که میبینید robots.txt رو پیدا کرد، بقیهش هم که به صورت دیفالت چیز خاصی نداریم. یه فایل readme اینجا ایجاد میکنیم که اینو توش بذاریم. میگه که میگه که میگه که چیزی رو جا انداختم مارا گفتم ته. The credentials for the FTP server are below. I've set the files to be saved to home FTP user FTP files will. خب ما اینجا credentials در واقع FTP user رو داریم، پس احتمالا الان بتونیم در واقع به سرور FTP دسترسی داشته باشیم. give me files 777. خب پس FTP IP اون چی بود؟ 10.10.233 149 FTP user و پسوردش هم این بود. لاگین سکسسفول. میبینین که یه دایرکتوری داریم به اسم فایلز و فلگ دوممون. حالا من اینو ریتریو نمی کنم، فلگ همینه. میریم توی فایلز، هیچ اینجا وجود نداره. خب اولین بار که من داشتم این باکس رو انجام میدادم، از اونجایی که خب یه خورده عجله کردم، عجول بازی در آوردم، توجه نکردم که اگه شما اینو با دقت بخونین، اولا که پسورد کاملا زایه است 777، در واقع پرمیشن های توی
لینوکس، اگه به یه چیزی مثلا اینجا مثلا همین ریدمیو اگه ما بهش پرمیشن 777 بدیم، واسه این اول یه LSL روش بذارم، همونطور که میبینید توسط گروپ و اونرش رو اینجا میبینید، همه میتونن بخوننش، اون حالا دارندش میتونه رایت هم کنه، اون گروپی هم که حالا جزء بشه اینجا بازم خودم هم میتونه بخونه. ولی ما اگه chmod 777 بدیم که هم ریده هم رایت هم اکسیکیوته، یه بار دیگه LSL ببینم بزنم، میبینین که همه یعنی تمامی یوزر روی حالا باکس من، تمامی یوزرهای روی باکس من میتونن همه کاری روی این فایل انجام بدن، هم اکسیکیوتش کنن، هم ادیتش کنن در واقع رایت کنن، و هم بخوننش رید. خب پس اگه شما دقت کنید این خودش یه هینت 777 توی فایلز که داره میگه اینجا تمام فایل ها رو روی این در واقع پوش سیو میکنم، اونایی که توی FTP فایلز بذارین و 77 یعنی این دایرکتوری در واقع پرمیشن 777 داره، پس هر کسی هم میتونه بخونه، هم در واقع ادیت کنه چیزی توش بذاره و هم اکزیکیوت کنه. خب پس اینجا به ما چی میگه؟ یعنی ما میتونیم توی در واقع سرور FTP مون یه دونه ریورس شل بذاریم که به ما کال بک کنه. توی کالی لینکس حالا نسخه جدید ترش به صورت دیفالت ریورس شل PHP ریورس شل وجود داره که ما میتونیم از اگه اشتباه نکنم یوزر شیر وب شلز، آره PHP و PHP ریورس شل رو اینجا کپی کنیم. همونطور که میبینید بذارم یه خورده اینو کوچیکش کنم، اینم بیارم پایین. این یه شل معمولیه که از حالا وبسایت پنتست مانکی هم میتونیم بگیرینش. من اینجا اینو ادیت کردم که آی پی در واقع وی پی ان هم باشه و پورتش هم 1234 که به این در واقع آی پی و پورت کال بک کنم. خب حالا ما چیکار میکنیم؟ اولا که حالا اسم این پی اچ پی رو میذاریم shell.php که خورده راحت تر باشه، میایم توی دایرکتوری فایلز توی در واقع سرور اف تی پی مون پوت، چون این حقو داریم این shell رو در واقع اینجا قرار میدیم دیگه، no such file or directory. خب از اونجایی که من FTP رو توی پوش در واقع FTP توی اینجا باز کردم، باید این شل رو در واقع قرارش بدیم توی FTP، پس move shell to FTP. حالا دوباره این کامند رو ران کنیم، میبینیم که قرارش میده، انقدر بایتو گذاشت، LSL هم بذاریم، میبینیم که شل ما اینجاست. حالا این نوت به ما چی گفت؟ همونطور که میبینید این نوت گفتش که من کاری کردم که فایل ها سیو بشن توی این پث، توی این در واقع مکان. پس ما از اونجایی که فانکشن اینکلود توی پی اچ پی، حالا اگه نمیدونین LFI ضمن اینکه اون فایل رو میخونه اگه اکزیکیوتیبل باشه مثل حالا این شل ما که در واقع یه اسکریپت پی اچ پی میشه رانش کرد، اونو علاوه بر اینکه حالا دیسپلی میکنه مثل اتسی پسورد رو، اونو رانم میکنه. پس ما میدونیم که در واقع این شلمون الان کجا قرار داره، اینجا قرار داره، پس ما میتونیم به راحتی اونو اکزیکیوت کنیم. ولی قبل اینکه اکزیکیوت کنیم مسلما باید یه لیسنر رو آپ کنیم، با نتکت میگیریمش، NVLP verbose listen port و در واقع DNS رو ریزالو نکن به صورت ریورس. روی پورت 1234 همونطور که میدونین توی اینجا مشخص کرده بودیم که به این پورت کال بک کنه. خب داره گوش میکنه و ما به راحتی اینو در واقع چی کردیم؟ خب یه اشتباهی ایجاد شد. خب من اینو مشخص کردم که به این دایرکتوری بده، اسم شلمو نگفتم که در واقع اینو اکزیکیوت کنه. خب پس به راحتی اسم شلم بهش میدیم و میبینیم که کال بک رو میگیریم و در واقع فوت هولد اولمون رو روی باکس ایجاد میکنیم. سو اول از همه میبینیم که پایتون روی این سیستم وجود داره یا نه که بتونیم شلمون رو آپگرید کنیم. بله، پس پایتون 3 کد ایمپورت. من الان تنها کاری که دارم میکنم اینه که شلمو آپگرید میکنم که مثل این باشه، چرا که هم تب کامپلیت داشته باشم. مثلا اگه من میزنم میک این آرشو برام بزنه، الان با تب آتو کامپلیت میکنه برام، و اینکه بتونم تکس ادیتورایی مثل نانو اینا رو باز کنم و از سودو چیزای دیگه که به تی تی وای احتیاج دارم استفاده کنم. پس یا پی تی وای، ما اینجا پی تی وای رو ایمپورت میکنیم، توسط پی تی وای بین بش رو اسپان میکنیم که یه بش داشته باشیم، و در واقع بک‌گراندش میکنیم اینجا با اس تی وای
را ماینس اکو، اکو رو برمیداریم که کامنت هایی که می نویسیم اکو نشه، اف جی رو می زنیم یه بار، چند بار اینتر رو می زنیم و برمیگردیم به پرامپتمون. حالا ما نمیتونیم اینجا پاک کنیم چون در واقع این environment variable term set نشده، پس اینو اکسپورتش میکنیم، set میکنیم که چی باشه؟ external. حالا به راحتی clear هم میتونیم انجام بدیم، سفر رو پاک کنیم و foothold اولمون رو داریم به عنوان چی؟ چه یوزری؟ dot 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 data، همونطور که گفتم اینجا داره اینو ران میکنه. خب میریم توی هوم، اول از همه یوزر رو ببینیم. یک دو سه چهار، چهار تا یوزر داریم، FTP یوزر که هیچی، سه تا یوزر داریم. خب میریم توی دایرکتوری مت cal.jpg، فلگ پنجم، یه نوته که فقط ویل میتونم، نه همه مثل اینکه میتونم بخونم، پس ببینیم چی میگه. Hi Matt, I've set up your sudo bytes to use the Python script as my user. You can only run the script with sudo, so it shouldn't be, so it should be safe. ویل. خب پس چی؟ sudo رو چک کنیم. میبینین که بدون هیچ پسوردی به عنوان توبی میتونیم هر چیزی رو ران کنیم. سو به راحتی sudo به عنوان توبی، یوزر توبی، bin bash. خب ما الان توبی شدیم، پس این الان داریم در واقع پریو اسک یا همون پریویلیج اسکلیشن میکنیم به صورت لترالی، نه اشتباه تلفظ کردم بی خیال، ولی در واقع داریم حالت نردبون تور، پله تور میریم که روتو بگیریم. خب ما الان توبی شدیم، پس توی نمیدونم توی هوم توبی داشتیم یا نه. بله میریم توی هوم دایرکتوری توبی و ببینیم که اینجا چی داریم. فلگ چهارم، فلگ چهارم رو فقط ما میتونیم بخونیم، احتمالا فلگ پنجم هم نتونیم بخونیم. حالا میریم میرسیم بهش. نوتم که همه میتونن بخونن. I've got the cron jobs set up now, so don't worry about getting that done. خب cron jobs، cron jobs چیه؟ cron job در واقع وقتی شما بخواید حالا هر کاری و هر جابی رو به صورت اتوماتیک روی یک زمان مشخصی توی لینوکس یا حالا سیستم عامل یونیکس در واقع ران کنین، مثلا هر دقیقه، هر ساعت، هر 12 ماه یک بار، هر چیزی، هر سال، یه چیزی هست به اسم cron jobs که به اینا میگن کران. حالا ما الان بخوایم ببینیم اینطوری که این گفت کران در واقع کران جابو چی کرده، هر چیزی که توی کران رو در واقع کت میکنیم که ببینیم که یوزر مت این در واقع اسکریپتو که بشه cow.sh هر دقیقه یک بار ران میکنه. حالا بریم ببینیم که کجا بود اسکریپت توی باید دقت میکردم که نکردم. آها آره همینجاست. خب مثل اینکه همه میتونن بخوننش، پس ببینیم که این در واقع اسکریپت داره چی کار میکنه. بین بش در واقع اون جی پیگ، عکس جی پیگی که اونجا دیدیم کپی میکنه توی تمپ دات جی پیگ. خب مثل اینکه توبی که ما باشیم میتونیم مسلما مودیفای کنیم اینو که در واقع یوزر مت اینو هر دقیقه چی کنه، ران کنه. پس اینو مودیفای میکنیم که چی باشه، که ریورس شل باشه که به عنوان یوزر تو حالا مت ما اینو در واقع کال بک کنه به ما. میام توی پنتست مانکی یه ریورس شل بش میگیریم، مادیفایش میکنیم که به آی پی ما کال بک کنه هر دقیقه یک بار به عنوان یوزر مت. سو 45 یه لیسنر میذاریم که روی 80-80 گوش کنه و همین الانم هم دقیقه شد همونطور که میبینین، و همطور که میبینین ما در واقع این شل رو به عنوان مت گرفتیم، اینجا توبی بودیم و الان یوزر مت شدیم. پس دوباره من این شل رو استیبلایز میکنم که بتونیم همه کارامون رو به راحتی انجام بدیم. نه یه خورده بزرگترش کنم که الان اومدیم روی این یکی شل.
خب همه چی آماده است، بریم که یوزر بعدی رو بگیریم. توی هوم دایرکتوری مت ما فلگ پنجم رو داریم که الان میتونیم بخونیم چون ما متیم، و یه نوت داریم که فکر کنم خوندیمش. نه آره، یه سودو بزنیم ببینیم چی کار میتونیم کنیم. با پایتون میتونیم این اسکریپت رو ران کنیم. اول اصلا ببینیم این چی این چه خبر اینجا. خب نمیتونیم اینو مودیفای کنیم با اون با... آره هیچ کسی نمی، یعنی فقط ویل میتونه که ما هم الان متیم نمیتونیم اینو تغییرش بدیم که ریورس شل باشه. پس بخونیمش ببینیم چیه از اونجایی که همه میتونن بخوننش. لایبرری ها رو داره ایمپورت میکنه و از این اینو داره ایمپورت میکنه که حالا این بهش آرگومنت پس میکنیم که اگه اون در واقع کامند سی ام دی مون حالا تو این وایت لیست اینجا بود، یعنی یا این بود یا این بود یا این بود، در واقع انجامش بده. اگه اونجا نبود بگو که کامندی که شما زدین این ولیده، اینجا هم انجام میده اون کامند. خب پس ما میتونیم اینو هایجک کنیم اینجا. اگر سی ام دی cmd.py اینجا، این یک در واقع لایبرری میتونه باشه که ما در واقع اونرش هستیم و میتونیم مادیفایش کنیم. پس بزنین که من یک ترمینال دیگه باز کنم اینجا، برم روی دایرکتوری اصلی. یک لیسنر بذارم از همین الان، cmd رو مادیفای کنم که چی باشه، که دوباره یک ریورس شل این دفعه پایتون باشه. روی پورت کواد 4 یا همون 4 تا 4 به ما کال بک کن. چرا یکی زدم نمیدونم، یه خوردم لگیه. 187.45 و دوباره اینو سیوش میکنیم. و حالا همطور که میبینین ما میتونیم به عنوان یوزر ویل این اسکریپت رو ران کنیم که اون در واقع حالا اون لایبرری ملیشیس ما رو که مودیفایش کردیم یک ریورس شل باشه که روی پورت 4444 به ما کال بک میکنه ایمپورت کنه. پس به راحتی میگیم که sudo به عنوان یوزر ویل این کار رو انجام بده، این اسکریپت رو ران کن، که همونطور که کانتنت در واقع حالا اون اسکریپت رو دیدین، دیدین که ایمپورت میکنه اون cmd.py که ما الان در واقع مادیفایش کردیم. پس خب چون اینجا یه وایلد کارت داره مثل اینکه ما باید در واقع یه چیزی هم بعدش بذاریم، پس ما میگیم که حالا یک میبینیم که اسکریپت اجرا شد و ما در واقع اون ریورس چلو گرفتیم. خب دوباره ببخشید ولی من استیبلایز میکنم اینو، چون اگه یک بار دستم بخوره به کنترل سی کل این ریورشل به فنا میره و من نمیخوام همچین اتفاقی بیفته. سریع این کار رو انجام بدم. اگه بتونم تایپ کنم ایمپورت، کجا اشتباه زدیم؟ invalid syntax، آخ پرانتز اشتباه زدم. خب pty.spawn باشو برامون اسپان کن و دوباره sty raw minus echo که کامندامون رو اکو نداره نکنه، چند بار این ترم میزنیم و در واقع وریبل ترمم اکسپورت میکنیم که اکسترن باشه که بتونیم سفر رو پاک کنیم و کارهای دیگه کنیم. خب حالا ما ویلیم، بریم توی هوم دایرکتوریش ببینیم چی داریم اینجا. فلگ 6 رو که فقط ویل میتونه که ما هستیم و گرفتیم، میتونه بخونه که ما هستیم و گرفتیم و یه چیز خاص دیگه حضور میخواد اینجا نیست. دوباره سودو ران کنیم ببینیم که خب مثل اینکه سودو هم نمیتونیم ران کنیم. خب دو کار داریم، میتونیم که به صورت منوالی چک کنیم برای حالا ببینیم چه شکلی میتونیم پریفس کنیم به در واقع روت، چون فکر نمی کنم یوزر دیگه ای باقی مونده باشه.
متو گرفتیم، توبیو گرفتیم، ویلم گرفتیم، اینم که در واقع همون یوزر اف تی پی بود. پس فقط روت مونده. خب اول اصلا میتونیم برای ست یو آی دی سرچ کنیم. که اینا از اونجا که حالا من زیاد این کار انجام دادم به چشمم آشناست، اگر چیز عجیب غریب در واقع اینجا باشه میتونیم بریم توی سایت جی تی اف اوبینز که بسیار در واقع کمک کننده است توی این بحثا، سرچش کنیم. مثلا اگه تار بود اینجا که توی ست یو آی دی بود، حالا این نه. مثلا میبینیم که اگه مثلا بش اینجا بود، اگه ست یو آی دی بود چه شکلی میتونیم ابیوزش کنیم که در واقع پریوست کنیم. ولی اینجا چیز خاصی نیست. کار بعدی کران جاوا رو که همین الانش هم دیدیم. حالا میتونیم LSLA هم روی اتسی کران ببینیم، بزنیم ببینیم که فایلی هست توی حالا دیلی، اورلی، مانثلی یا ویکلیش. اپاچی پسورد پلیس هولدر، اینا که هیچ چیز خاصی اینجا نیست. میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم بریم توی شیرد مموری، توی cd dev shm، یا همون اگه بتونم تایپ کنم باز هم شیرد مموری. cd رو ننوشتم، نایس. و در واقع لیمپیز رو بیاریم اینجا. لیمپیز هم به صورت اتوماتیک در واقع حالا این چک هایی که برای پریویسک وجود داره رو ران میکنه و به صورت یک آوتپوت بسیار زیبا و رنگی به ما نشون میده و خیلی کارمون آسون میکنه. میخواستم چیکار کنم؟ سرور بذارم با wget .45 8000 .sh رو بگیریم، ریکوست رو فرستادیم، اینجا داره میگیریم لیمپیز رو، از باکس خودمون منتقل کردیم به باکس حالی که داریم اتک میکنیم در واقع. بهش پرمیشن اکسیکیوت میدیم که بتونیم در واقع رانش کنیم و رانش میکنیم. حالا عادت من اینه که تی کنم که یا حالا فایل به صورت لاگ هم داشته باشم که اگه یه وقت حالا ترمینال پاکی چیزی شد بتونم دوباره بخونمش. خود کوچیکتر میکنم. اگر چیزی به این رنگ اینطوری دیدیم، همینطور که اینجا میبینین میگه که 95% یه وکتور برای پریوست که احتمال داره که باشه، باید بهش نگاه بندازین، دقت کنیم بهش اگه قرمز بود. و حالا اینفورمیشن دیگه که حالا ما بیشتر تمرکزمون رو میذاریم روی اینا. خب میگه که یوزر ما توی گروه ادمینه. خب من اینو میدونم چیکار میکنه این گروهش، قبلا روی باکس دیگه که انجام میدادم اولین بار بود، اسمش هم آره یادم، لینوکس ایجنسی، اولین بار بود که پیش میخوردم، یعنی بهش میدیدم اینو که یه یوزری توی همچین گروهی باشه ما بتونیم بگیریمش. این یوزر میتونه در واقع لاگ فایل های روی سیستم رو بخونه. این گروهی توی این یوزر باشه، ببخشید، یوزری که توی این گروه باشه میتونه در واقع لاگ فایل های روی این سیستم رو بخونه. حالا اکسس لاگ اپاچی باشه یا کلن لاگ هایی که توی وار وجود داره رو میتونه بخونه. پروسسور، روت، اینا که هیچی، اسکریپت، FTP، نه همین کران جابیو که ما ازش ابیوزش کردیم متو گرفتیم و نشون داره میده. یک چیز در واقع نتورک اینترفیس ها، اینکه ساب نت ترای حکمیه، چیز خاصی نیست. DNS لوکالی داره ران میشه. اینم فکر کنم اشتباه داره می... نه ما تو گروه اد نمیدونم، شاید اینو با گروه ADM که ما توش بودیم این بالا اشتباه گرفته و حالا داره اینطوری نشون میده با این، نمیدونم، شایدم خیر من اشتباه میکنم. یوزرا ما الان ویلیم، پس یه لول دیگه روتو گرفتیمش. کیوینگ سرچینگ آن کامن پاسورد فایلز، ست یو آی دی که خودمون چک کردیم، اینا چیز خاصی نیست. unexpected in root
readable files belonging to root and readable فایلایی که فقط به روت تعلق دارن و فقط یعنی توسط من قابل خوندنن ولی توسط همه یوزرها قابل خوندن نیستن. بکاپ، خب همونطور که بهتون گفتم ADM میتونه وار لاگا رو بخونه، داریم میبینین دیگه، اکسس لاگ اپاچی تو رو میتونه بخونه، ارور لاگش رو میتونه بخونه، ترم لاگ اپ تو میتونه بخونه و و و، ولی این بکاپ یه چیزیه که به صورت دیفالت روی سیستما نیست. key.b64 b64 شاید b64. خب آخ کپیش نکردم، توی آپت بود نه؟ آره میبینین که اینجا یه key.b64 هست که بله b64 ترمینال اینجا باز کنه. بریم سایبر شف که اینم حالا شوکیس کرده باشیم. سایبر شف عالیه برای دیکود کردن حالا استرینگ های اینکودد شده، میتونین اینجا مشخص کنین، حتی خودش به صورت اتوماتیک میتونه تشخیص بده بیشتر چیزها رو، الان مثل اینکه نمیتونه اینو. base64 نه تونه from از base64 دیکود کن و میبینین که یه در واقع RSA private key برای لاگین SSH میگیریم. کل اینو کپی میکنیم و ID RSA chmod 600 on ID RSA که فقط توسط من قابل خوندن باشه، یا ID RSA داریم و فکر کنم از اونجایی که یوزر بعدی روته این برای روت باشه، پس آیدیمون چی بود؟ 10 233 149. آها و مسلما از این ID RSA که الان گرفتیم هم باید استفاده کنیم با در واقع سویچ آی. خب از اون بله از اونجایی که حالا داشتی خود طول میکشید میخواستم بگم احتمالا درسته، ولی کن درست بود دیگه، ما روت کردیم باکس رو، روت رو گرفتیم و فلگ هفتم هم گرفتیم اینجا، به همین راحتی این باکس هم تموم شد و روتش کردیم دیگه. همونطور که گفتم به نظر من باکس ایزی بود، خیلی سخت نبود نسبت به از اونجایی که The Great Escape هم مثل این حالا رنک بندی شده میدیوم گذاشتن اونم، خیلی اون از این سخت در بود، ولی خب حالا نمیدونم چی شده خود کسی که این باکس رو ساخته یا ترای هکمین در واقع انتخابو کرده که اینو مدیوم بذاره، ولی کلا باکس جالبی بود، پریوسکاش خوب بود، مخصوصا اون قسمت abusing the python libraries، در واقع لایبرری های پایتون abuse کردیم جالب بود و تو باکس دیگه هم من دیده بودم همه اینا رو و روت کردیمش دیگه. همین، امیدوارم که لذت برده باشین از این ویدیو، بهتون کمک کرده باشه و یه چیز یاد گرفته باشین. مهمتر از همه اگه درخواست ویدیویی دارین، باکسی هست که دوست دارین من انجامش بدم تا وقتی که واکس رو نباشه، چون مسلما اون زیاد جالب نمیشه اگه بخوام ازشون ویدیو بگیرم، اگه CTF باشه چالنج باشه انجامشون میدم، یه چیزی مثل Introduction to Flask که حالا دیروز انجامش دادم. خب مثلا من نمیام از اون ویدیو بگیرم، کسی هم خواست ادم کنه این در واقع پروفایل من روی ترای حکمیه، این آیدیمه و آره دیگه از این باکس ها یا حالا کلن چلنج هایی که حالا من انجامشون ندادم یا انجامشون دادم، اگر باکسی بود که مد نظرتون بود و دوست داشتین که انجامش بدم ویدیو بسازم، حتما تو کامنت ها بهم بگین یا حالا مثلا بهم دی ام بدین، هر جایی که میتونین با هم در واقع ارتباط برقرار کنین من هستم، حتما میخونمشون و سعی میکنم در اسرع وقت براتون تهیه کنم ویدیو رو. خب دوباره امیدوارم لذت برده باشین، به من که خیلی خوش گذشت، حالا هرچند که دومین بار بود داشتم این باکس رو انجام میدادم، ولی از اونایی نبود که بخواد سر آدمو درد بیاره و خیلی استریت فوروارد بود به قول معروف و لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.